آیا قبلا هم غیر از اصفهان آیا این تور محافظ روی سامان روی سوله های مثلا چه میدونم ساخت کلاهک یا به هر حال فناوری های نظامیش داشته است و تونسته بوده جلوی حمله پهپادی رو بگیره؟ این اولین باره. این اولین بار هستش. ممکنه مواردی بوده باشه که ما نشنیده باشیم، به خاطر اینکه خب وقتی که تور محافظ باشه انفجار رخ نمیده و هم جمهوری اسلامی ممکنه مخفی کرده باشه و هم اسرائیل، ممکنه موارد دیگری هم بوده باشه، ولی این تنها مواردی هستش که ما میدونیم با توجه به اینکه فیلمش اون شب مردم محلی تهیه کرده بودن و خب تصاویر ماهواره‌ای هم اومد و خود جمهوری اسلامی مجبور شدش که بیاد اعلام بکنه که حمله پهپادی بوده. قبلا انکار می‌کردن اگر مواردی بوده، خب به هر حال آسیبی رخ نمیداد و تصاویر ماهواره‌ای هم نشون نمیداد، ولی این دفعه دیگه قابلیت انکارش رو نداشتن. ببینین حالا انواع پهپادها رو تا اونجایی که عکس و فیلمش موجوده میبینیم، این چه نوع پهپادی بوده که حمله کرده و تونسته اون تور محافظ اون سوله جلوش رو بگیره؟ و اگر این نبود و از پهپاد دیگری استفاده میشد و آیا قبلا در جاهای دیگه استفاده کرده اسرائیل یا نه در ایران منظورمه، میتونست اون تور محافظ از بین ببره؟ یعنی میخوام ببینم چقدر اون واقعا محافظه برای سوله های نظامی جمهوری اسلامی و موشکیش. بله، خدمت شما عرض بکنم که اون توری محافظ فقط در برابر همین کوادکوپترها مقاوم هستش، در برابر پهپادهایی که انتحاری باشن، در دنبال مثال در سایز پهپاد هاروب ساخت اسرائیل یا هارپی که خب قاعدتا اونها هم اگر قرار باشه استفاده بشن باید از داخل خاک ایران پرتاب بشن که خب ابعادشون بزرگ هستش، برخلاف این پهپادها امکان انتقالشون به داخل ایران وجود نداره. ولی خب در صورت اینکه اگر جنگی بخواد رخ بده، این تور محافظ هیچ کاری نمیتونه برای این سوله انجام بده. حتی اگر اسرائیلی ها میخواستن میتونستن سر جنگی بسیار قدرتمندتری مشابه اون چیزی که در کرمانشاه استفاده کردن برای حمله به این سوله استفاده بکنن، ولی خب این چیزی که به نظر میرسه اینها نگران این مسئله بودن که این حمله تلفات غیر نظامی هم داشته باشه، با توجه به اینکه یک مرکز خرید هم در ضلع جنوب شرقی این سوله قرار داشته شه. و خب از نظر من شخص فکر میکنم که عمدن سر جنگی ضعیفی استفاده کردن برای این حمله، یعنی بیشتر حالت هشدارگونه و ترسوندن داشته تا تخریب.